بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق الله العظیم. بینید داشت من دی برنامه اسلام قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدین روز شما بخیر. خوش باشین و امیدوار هستم امروز جمعه مبارکه تا عیدم با طاعت و عبادت همگام با خوشی ها سپری کرده باشین. از غم ها همه به دور دور باشیم و امیدوار هستم از شر کرونا ویروس همچنان در امان ایزده یک تا و یگانه. خوشحالتون باسم همه بشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن تا یک ساعت در خدمت شما قرار دارم. جناب آقای دکتر حافظ مفتی محمد ولی حنیف نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه با ما هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی ها خوش آمدید. شما با سلامت. تشکر. حدودا من 19 سوال یادداشت کردم، ممکن به می حجم بتانیم تا نیم ساعت اول این سوالات مطرح شوه و بتانیم از جناب استاد پاسخ دریافت کنیم. تمنا دارم که همه با دقت تمام برنامه را دنبال کنیم. استاد، زمانی که یک انسان وفات میکنه، رفتنش به دوزخ و یا هم خدای نخواسته جهنم از آغاز وفاتش آغاز میشه یا هم با آمدن روز قیامت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با جواب سوالتان بگویم که عقیده اهل سنت و جماعتی است که پنج عالم وجود دارد، یا پنج دنیا: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ و قبر و عالم آخرت. از این چهار دنیا یا چهار عالم از خود کیفیت و حالت خاص دارد. یکی را بالای دیگر ما شما تشبیه کدل میتونیم. مثلا در عالم ارواح که دایت سوره اعراف اشاره است: الست بربکم قالوا بلا. همه گیر خداوند کریم مخلوقات مثل مرچه های مختلف پیدا کرد، از اونا وعده گرفتن. عالم دنیا انسان چه قسم تولد میشه؟ یک کیفیت خاص داره: نو مادر، بطن مادر، تولد، کلان شدن، بالاخره وفات. در قبر هم از خود عالم برزخ کیفیت خاص داره. قبر یکی از باغهای بهشت است برای مسلمان ها و یکی از کندهای جهنم است برای کفار. عذاب قبر حق است. و وقتی که انسان وفات میشه، از نقطه نظر شریعت، نظر به آیت شریف، روح مسلمان ها دعیلیین که در بالای عرش خداست که یعنی جنت، در اونجا می باشه و از کفار در سجین تا زیر زمین، زیر هفتم طبقه زمین که دوزخ هستن، در اونجا می باشن. ولیکن وقتی که قیامت شد، باز انسان ها دوم بعث بعد الموت صورت می گیره، روح در وجود انسان داخل میشه توسط سوره که اسرافیل علیه السلام به امر خدا، همگی بعد از اینکه حساب و کتاب انجام دادن، اعمال نامه انسان ها به دست راست دادن میشه، از کفار به دست چپ، مسلمان ها استقبال میشن توسط ملائک به دخول بهشت. سلامت باشین. پس عذاب از کجا هست استاد؟ عذاب ملکول میشه بر روز قیامت یا در قبر؟ با اساس آیت قرآن کریم: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. با اساس از این دو آیت، عذاب قبر حق است، نعمت های قبر حق است و مسلمانان نعمت های گوناگون داده میشه در قبر و با کفار و فسقه و عذاب. سلامت باشین. یکی از دوستا پرسیدن، گفتن استاد در افغانستان قیمت اینترنت نسبت به هر کشور دیگه بسیار زیاد هست و یعنی قیمت مفاد بیشتر شرکت های مخابراتی به دست میارن، الان که برای خود از اینا بسیار با یک پول اندک تمام میشه. گفتن اگر ما از یک رای مثلا یکی از شرکت های مخابراتی را هک کنیم و یک مقدار اینترنتش اضافه بگیریم، به خاطر اینکه اونا اضافه ستانی میکنن، آیا این هک کردن و این استفاده کردن این اینترنت از رای هک مشروع هست، حلال هست بر اینا یا نه؟ این از نقطه نظر شریعت، اول خداوند کریم اولیای امور توفیق بدن که می عرضه خدمات اجتماعی را به شکل درست و چیزی که در قوانین تجارتی ذکر از فایده ربح با کدام اندازه باشه، اونا از 15% باید ربح و فایدهشان نباشه، در قانون مدنی، قانون تجارت است. یک موضوع و نظام باید نظارت داشته باشن، وزارت محترم مخابرات از این موضوع. و دیگه از نقطه نظر شریعت که حق کردن بعضی برنامه ها و از رای غیر قانونی استفاده کردن، این از نقطه نظر شریعت نارواست. به اساس آیت قرآن کریم: ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. و همچنان به اساس حدیث شریف: من غشنا فلیس منا. خیانت کردن از هر طریقی که باشه، در کود جزا باز جزا تعیین کرده، جرایم سایبری، جرایم اینترنتی که خلاف قانون یک کار میکنین، او مجازات است.
بناهن حک کردن نادرست است و شما باید از طریق مشروع باید استفاده بکنید و نظام وقت مکلف است، خصوصا وزارت محترم مخابرات با شرکت های اینترنتی مخابراتی اونا را قیمتی را باید تخفیف بکنن خصوصا در شرایط قرنطینی. سلامت باشین. خب فرض کنین حال این ظلم یک شرکت های مخابراتی نظر به سوالی برادر میکنه، اگر از این ظالم مقداری در بر رای تکنیکی از پیششان گرفته شوه آنچه اینا ناشته کرده. سلامت باشین، تشکر. یکی از خواهرها از بیرون از مرز پرسیدن، گفتن در تمام برنامه ها و از مبلغین همه شما میشنیم که بیشتر کارهای دست یافتن به ثواب بر مردها توصیه شده، از قبیل رفتن به جماعت و نماز تراویح و شرکت در جهاد و مسائل مختلف. بالاخره گفتن ما خانم ها کدام کاری را انجام بدیم تا در کنار از اینکه مثلا تهجد میخوانیم متوجه تربیه اولاد هستیم و کارهای خانه را میرسیم به امور خانوادگی رسیدگی میکنیم، چه کاری را باید کرد تا از ثوابی که بر مردها از مبلغین میشنیم تعیین شده ما هم از ثواب برخوردار شیم؟ این اول خاص نقطه نظر شریعت در شش مورد مرد و زن برابر است. یک موردش که مورد دینی است، آیات قرآن اشاره است که من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هذا قاعد شريف سفاري 22 صفحه اولش، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ببين مرد و زن یک جا ذکر است. قانون شریعت است که در تمام مسائل دینی در انجام عبادات، نماز خواندن، روزه، زکات، حج، چیزی که پاداشی که با مرد داده میشه با زن هم داده میشه علی السویه، هیچ کمی و کاسی نداره. در بعضی مسائل که تفاوت وجود داره روی حکمت و فلسفه است، مثلا جهاد، بهترین جهاد خانم‌ها حج کردن است، ولیکن مردها وقتی که نفیر عام باشه میرن واسه خانم‌ها کمک میکنن، ولیکن از نقطه نظر شریعت مسئله بهترین اعمالی که یک خانم انجام میده در حدیث شریف است، چهار پنج عملی است که پیغمبر اسلام میگه وقتی کوری خانم انجام داد خداوند کریم در روی در روز آخرت برش میگه که و شما اختیار است که از هر دروازه بهش شما داخل میشه. پای وقت نماز خدا ادا بکنه در خانه، روزه بگیرن، اطاعت شوهر خدا بکنن و عفت و پاکدامنی خدا حفظ بکنن، این زکات وقتی که زکات سرشان فرض میشه، وقتی که این کارا را انجام بدن در روز قیامت خداوند کریم به همین زن مسلمان میگن که و شما اختیار است که از هشت دروازه بهشت از هر دروازهش که داخل بهشت میشه. بنان در نقطه نظر شریعت در انجام اعمال صالحه بین مرد و زن کدام تفاوت وجود شما با سلامت؟ پس نظر به من بعضی معاذیر که خانم ها نمیتونن مثلا در آن چه که بر مردها تعیین شده شرکت کنند، تا مثال در جماعت در افغانستان خداوند کریم پاداش اجر جماعت به شما از حج گفت نگری امکانات رفتن به حج نداشته باشه چی؟ ببینید مسئله دیگه اطاعت و عبادت، مسئله خواندن قرآن کریم، مسائل دیگه، اعمال صالحه، درس و تدریس، دعوت، اینا همش در سلامت باشید. بسیار تشکر. یکی از دوستا پرسیدن که من به خاطر ایجاد سهولت به همکارایم در دفتر کار میکنم، از یکی از شرکت های مخابراتی به مقدار 5000 کردیت میگیرم در تلفنم اضافه میکنم و این 5000 برام 5300، یعنی 5000 میتونم اما 5300 کردیت میاد، 300 اضافه میاد. من زمانی که به دفتر میام هر همکارم که کارت میخواد مثلا 200 افغان یا 200 برش میتیو میگم به سلای روز یا روان میکنم برش، از اینا فایده نمیگیرم. اما همین 300 اضافه ای که شرکت مخابراتی برام بخشیده، آیا این سود هست، گناه هست، جواز داره یا نداره؟ از نقطه نظر شریعت دو حالت داره. یک حالتی است که می شرکت وقتی که 5000 کردت بالای از 60 مفروشه، اینمی عملشه وقتی که مواد مفروشن سر دیگه مشتریا، در مقابل اینمی عملش که به دیگه مشتریای 5000 کردت مفروشه و 300 کردت به خاطر اجره عملش که می کاره پیش انجام میده، یک صورتش جواز داره. دوم صورتش اگر بعض شرکت هایی از به خاطر تشویق و ترغیب مشتری خود که مشتری ها را جلب رقابت سالان است، تجارت است، در اون صورت وقتی که منبعشان حلال باشه، وقتی که با یک مشتری خود تا
توفه و یا فایده میده بلا عوض در اون صورت حلال است جواز. سلامت باشیم، بسیار تشکر. یکی از دوستان پرسیدن، گفتن استاد شرایط قرنطینه هست و بنابر اون توصیه ای که وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف و وزارت محترم سعادت آمد داره ما به مسجد نمیریم، اما بعضا چون دلتنگ میشیم در خانه به بازار میریم. گفتن این نشه که خدای نخواسته ما را خداوند دلی گناه بگیره که به مسجد نمیریم اما بعضا به بازار میبرین، و اینا خودشان گفتن که وجدان خودم هم ناراحت هستم. آیا این ناراحتیشان اشکالی در ای کارشان از منظر دینی داره نداره؟ چونه ببین، از نقطه نظر شریعت دین اسلام دین رحمت است، هر حکم شرعی خالی از حکمت و فلسفه و مقاصد نیست. در دین مقاصد شریعت پنج چیز است: حفظ دین، حفظ نفس، عقل، مال، آبرو و عزت. به خاطر حفاظت صحت انسان، به خاطر حفاظت نفس، ببینید در شریعت خیلی مسائل شرعی تخفیف پیدا میکنه. روزه فرض عین است بالای مرد و زن گرفتنش، ولی که در صورتی که مریض بودین به خاطر حفاظت نفس، حفاظت صحت انسان، شریعت میگه روزه نگی. چرا؟ از خاطر که صحتت، حیاتت مهم است. بنان در این صورت روزای ایام قرنطین مثلا نماز جماعت سنت موقت، اما حفاظت نفس و حفاظت جان و صحت خود و خانواده از جمله فرایض دین است. باز در شریعت یک پخوانزه شریعت مضمونی به نام فقه اولویات است. وقتی که تعارض بین انجام دادن یک عمل فرض و واجب و سنت و مستحب شد، شما کار مهمتر انجام بده. بنان در این شرایط فتوایی را که وزارت محترم ارشاد و اوقاف علمای کرام دادن فتوای درست است، باید به او عمل بکنیم. به خاطر وقایه از این مرض از دو وقایه ما کار بگیریم. یکی خامو تدابیر صحی را، توصیه های تیر که وزارت محترم صحت عامه داده و اونها باید طور جدی تاکید بکنیم انجام بدیم، و دوم وقایه ایمان و تقوی است، انجام دادن اعمال صالحه، توبه و استغفار تا که خداوند کریم سر ما شما رحم بکنیم. سلامت باشین، تشکر. پس ای بعضن که میرن به بازار طبق ضرورت باشه، به خاطر رفع مشکلات خانواده و غذا باشه، ضرورت باشه. سلامت باشین، تشکر. باز هم به ادامه سوال گذشته دوستی گفتن که ما خود در قرنطین هستیم به مسجد نمیریم، اما خانه ما در پشت سر مسجد قرار داره، سه خانه گذشته از مسجد. اگر در سر بام زمانی که ملای امام در مسجد نماز اقامه میکنه، ما در سر بام نیت میکنیم پشت ملای امام جماعت، درست هست؟ این کار جواز نداره، اما به خاطر که نماز آذان از جمله شعائر دین است، بهتر است که امام مسجد ما با مؤذن و چند نفری محدودی که نزدیک مسجد است نماز در جماعت بخونن که دروازه مسجد باز باشه، این بهتر است. اما عام مردم، کسایی که پیرمرد هستن، ضعیف هستن، مریض هستن، ازدحام چی میشه، باید و بهتر است که در خانه های خود بخونن. سلامت باشین. باز هم یکی از خواهرها پرسیدن، گفتن من تکلیف گرده دارم، بر من توصیه کرده دکتر سیبا که بیر بخورم، یعنی ترکیب بیر که در بازارها هست فعلا، که به نام آب جو هم یعنی شهرت داره و بعضی ها در افغانستان بیشتر حلالش هست. چرا بساد؟ یعنی کدام اشکال شرعی شاید هم نداشته باشه؟ اگر خورده ندی اشکال داره؟ ببین، از نقطه نظر شریعت اول وقتی که مریض باشن، مریض پیامبر اسلام میگن شما تداوی بکنین، با دکتر صاحبای عزیز لازم است که اما دوایی که در ترکیبش چیز حلال است با مریض مسلمان خود توصیه بکنن. بله، توصیه بکنن. اصل شرعی است که در حدیث شریف پیامبر اسلام میفرماید خداوند کریم شفای شما را در چیزای حرام قرار نداد. بنان به چیزایی که بیر باشه، ولو شراب 1%، 100%، رجس است، پلید است، حرام است. اما یک صورت اش فقهای احناف میگن در فتاوای شامی رد مختار علی دور المختار در اونجا نوشته کردن، در صورتی که طبیب حاذق مسلمان این توصیه بکنن که بر یک مرض مثلا از مواد مخدر استفاده شده در کیبیش یا شراب، در صورتی که بدیلش از چیز حلال نباشه کدام دوا که عین کیفیت و عین موثریت داشته باشه، نباشه، در وقت ضرورت به قدر ضرورت گوام ده دکتر طبیب حاذق مسلمان جواز بده. اما در عام حالات وقتی که یک دوای حلال وجود داره، دیگه ضرورت نیست که از دوای حرام استفاده. سلامت باشین، تشکر. اگر در روزهای قرنطین که در ماه مبارک رمضان هم این مشکل خداوند دور داشته باشه، امیدوارستیم که تمام شود. با مزد، اگر در جریان روزی ماه مبارک رمضان تراویح را در خانه اقامه کنیم به خاطر این مشکل، آیا
درست هست؟ تراوی خواندن سنت مؤکد، ختم قرآن کریم سنت مستحب است، اما حفاظت جان، حفظ صحت از جمله فرایض دین است. در سور قبلا هم گفتیم اگر چند امام مسجد با مؤذن چند نفر محدودی که در جوار مسجد هستند تراویح بخونن، نماز به جماعت بخونن بهتر است. اما عام مردم کوشش کنند در خانه های خود، پدر است، پسر داره، برادر داره، دیگه اطفالش است، کوشش کنند که در خانه تراویح بخونن به جماعت، فضیلت داره. عین خداوند کریم فضیلت جماعت نصیبشان میکنه. و در زمن باید مرد و زن که از خاطر که ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، ماه جشن نزول قرآن کریم است، تلاوت زیاد بکنند. مرد و زن یک نسخه قرآن کریم داشته باشند، تلاوت قرآن کریم زیاد بکنند، مسئله روزه و نماز تهجد، ذکر و اذکار، توبه و استغفار. خداوند کریم بالای همه ما مسلمان ها رحم بکنند. شما به سلامت. بوسیدن دست خسار و یا هم ایور جواز داره یا نداره؟ از نقطه نظر شریعت دست دادن با شخص ایور هیچ جواز نداره. از نظر به حدیث شریف پیغمبر اسلام میگه به هیچ مرد مؤمن جواز نداره که با یک زن برادرش در یک مجلس خلوت بشه. حتی در حدیث گفته ارائیت الحم و الموت، حتی اونجا تغلیزن گفته که مرگ لازم است. منظورتم از تغلیزن چیه؟ تغلیز یعنی تشدید، سخت، تغلیز. این حال از نقطه نظر شریعت ایور محرم نیست، دستدادن جواز نداره، خلوت با اونها دو بدوشتن ناجایز است. اما از خسر، از جمله در صورتی که شخص صالح باشه، پیرمرد باشه، دیندار باشه، جواز داره، اما بازم احتیاط شد. سلامت باشین، تشکر. کفاره 30 روز روزه چه مقدار پول میشه جناب استاد؟ از نقطه نظر شما اول اگر یک کوتاه معلومات بدید چی کفاره بده. در برنامه دوم امروز ان شاء الله بحث میکنیم در رابطه با فدیه دادن. اول خو اصطلاح باید اصلاح شه، کفاره نیست، فدیه دادن است. کفاره در صورتی است که کفاره است که فدیه دادن است. وزر احکام روزه ان شاء الله در برنامه بعدی در شکل تفصیلی بیان میکنیم. شخصی که مریض است، مرض لاعلاج که تا آخر عمر روزه گرفته نمیتونه، یا شخصی که اونا شیخ فانی است، در نقطه نظر شریعت به اساس آیت 184 و علی الذین یطیقون فدیه طعام مسکین، باز اونا وقتی که روزه را افطار میکنن در بدلش در مقابل هر روز یک چاره گندم یا معادلش قیمتش که حالا قیمتی زیاد شده تقریبا 60 روپه، 60 روپه فی روز، فی روز در 30 روز اون 16 صد روپه در یک ماه رو افطار کرد. حالا استاد شاید قیمت بیشتر باشه دیگه، 60 هم شاید خود نرخ ببینید، نرخ روز ببینید مطابق نرخ روز. خب استاد سلامت باشین. خیلی پس فرق بین کفاره و فدیه رو ببینید. بله، فدیه به حساب چیه؟ در صورتی که انسان معذور باشه، عذر شرعی داشته باشه، مریض باشه، افطار بکنه و توان گرفتن روزه را نداشته باشه، این شد فدیه. این فدیه شد. اما کفاره چی است؟ کفاره یک نوع جزا است. مثلا یک شخصی که عذر شرعی نداره، عمدن و قصدن روزه را میخوره. وقتی که یک روز روزه را خورد بدون عذر شرعی، باز 60 روز کفاره، 60 روز جزا پای در پای و یک روز قضا. سلامت باشین. پس این کسی که به مریضی میخوره ای کفاره نیست، این فدیه هست. سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر. باز هم سوال داریم، گرچه در شرایط قرنطینه ما شاهد برگزاری مراسم تعزیت یا فاتحه گیری نیستیم در مساجد، باز هم چون یک رسم و عنانات هست در کشور ما، گفتن این فاتحه گیری که در کشور رایج هست این اصل شرعی داره نداره؟ از نقطه نظر شرعیت عادت مبارک پیغمبر اسلامی بود که وقتی که مسلمان ها را دفن میکرد در قبرستان یک دعا برش میکرد. و علما فقهای کرام میگن که تا 3 روز تعزیت جواز داره با مسلمان. اول خو سنتی است که وقتی که یک انسان مسلمان وفات میشه در جنازهش باید اشتراک بکنن، پیش از او در تکوین و تجهیزش کمک بکنن، به اندازه 2 کوی احد خدا اجر پاداش میده. این اصل شرعی است. و تا 3 روز جواز داره تعزیت که با مسلمان ها غم شریکی بکنه، و اگر در خانه امکانات باشه در خانه، اگر در خانه نسبت کمبود جای در مسجد میگیرن، در مسجد هم که خالی از بدعات باشه و جواز داره هیچ مشکل شرعی نداره. شما با سلامت، تشکر. گفتن اگر بعضی خانم ها ناخونی یک دست خود میمانه، یعنی یک دست قط میگیره یک دست میمانه بسیار دراز، که خلاف فطرت هم هست،
گناه دارد ندارد؟ از نقطه نظر شریعت اول خوی کار خواهر مسلمان خال کار خلاف فطرت است، فطرت سلیمه، خلاف سنت فاطمی است، حت فاطمه و زهرا، بیوایشی، صدقه، پیغمبر اسلامی سنت است که در هر هفته باید مرد و زن ناخونه خود بگیرد. یک، و این کمال نیست. این مشابهت با حیوانات وحشی میشه. انسان کمال یک مرد یا زن مسلمان چی از بهترین زیورش علم است، ادب است، اخلاق است، تقوا است. دیگه واسه من نقطه نظر مسئله مسائل صحی ببین زیر ناخونش مثلا بعضی چیزای چرک و غیره می باشد، وقتی که نان میخورن غذا با دیگران آزار و اذیت عوارض دارن، بنابراین کار ناجایز است. اما به خاطر زیب زینت به یک زن مسلمان، به ده دختر مسلمانی را نمیزیبه. سنت فاطمه زهرایی است که باید گرفته شد. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. گفتن به خاطر روح و آرامش روح و روان، کدام آیت هست که بیشتر تلاوت شده تا روان آرامش پیدا کنه؟ همه قرآن کریم شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، خصوصا سوره فاتحه را زیاد بخوانن. دیگه آیت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، این آیت بخوانن. سوره انشراح، الم نشرح لك صدرك، این را بخوانن. و دیگه در اسماء و صفات یا قابض و یا باسط ذکر زیاد بکنن انشاءالله خداوند کریم. خود ذکر، نفس ذکر، کلمه سیوم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر، خودش علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امی خود ذکر سلامت باشین. خود شما یک نکته را گفتین، ما یک سوال بیرنده یادم آمد، گفتین کلمه سوم، آیا این شش کلمه که در قاعده های بغدادی معمولا ما زمان که طفل بودیم به مساجد می رفتیم تدریس می شد از طرف مولای امامان و مؤذنین، با احادیث صحیح ثابت هست؟ علما فقها میگن همین چهار کلمه اول روایاتش متونش در احادیث ذکر است. کلمه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم هم به حساب در روایت مختلف استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه آمده مختلف. اما علما فقها به خاطر که اطفال مسلمان ها خوبتر یاد بگیرن اما مبادی اسلام خود، سه چهار کلمه، ولیکن چهار اولش در نصوص شرعی در احادیث شریف ذکر است. شما با سلامت باشین، تشکر. پسری گفتن که با معذرت، یکی از دوستا گفتن که پدرم روزه گرفتن نمیتونه، اگر ما به جایش روزه بگیریم چی یا هم فدیه بدیم؟ مطابق فقه حنفی که بعدا ذکر میکنه، وقتی که یک شخصی که مریض باشه، شیخ فانی باشه یا مریض، مرضی که لاعلاج همیشه او مرض تا وقتی که زنده است همراهش است، یا شیخ فانی که 70-75 ساله است روزه گرفته نمیتونه، مطابق فقه حنفی دیگه ورثش نمیتونه که به عوض از او روزه بگیره. از خاطر عبادات بدنی نیابت قبول نمیکنه، یک اصل فقهی است. اما بالای ورثه لازم است که فدیه شودن، از اون 30 روز روزه را که افطار کردن از مقابلش در هر روز یک چاره گندم یا معادل قیمتش به فقرا بده. سلامت باشین. این قرآن کریم هایی که در تلفن ها هست جناب استاد، اگر در جیب آدم می باشه و به بیت الخلا و یا هم تشناب میره، در صورت که موبایل سکرینش آف، در سکرینش صفحه قرآن نباشه، آف باشه، اشکال نداره. سلامت باشین. و شنیدن قرآن کریم در هنگام ورزش، به اساس آیت قرآن کریم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، یکی از آداب قرآن کریمی است که یا خودتون قرآن میخوانین یا از دیگه کس میشنویم، خب باید با آداب بشینین، سماع بکنین، چوب باشین تا که خدا سرتان رحم بکنه. کار خوب است عبادت، اما یک وقتی که شما ورزش میکنین در اونجا خود سماع صورت نمیگیره، انسان تدبر و تفکر کردن نمیتونه، یک نوع بیادبی میه. بنان بهتر است، ورزش هم در اسلام اصل داره، ولیکن 24 ساعت نه، یک ساعت، دو ساعت، به خاطر صحت مندی. پیغمبر اسلام میگه المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف. اما تلاوت قرآن کریم از خود آداب داره که آدابش در نظر گرفته. بسیار زیاد تشکر. در جریان روزی روزه کوتاه اگر بگوین استاد که مزمزه کردن و یا هم استنشاق با کدام شکل درست است تا خللی در روزه ایجاد نکنه؟ پیغمبر اسلام میگه شما در مزمزه و استنشاق کردن در ایام روزه مبالغه نکنید. مبالغه چی مونه که زیاد وقتی که در بینی آب مندازیم خیلی به احتیاط که آب داخل حلق نشه، و در مزمزه در دهن هم که آب مندازین غرغره که میکنین بسیار مبالغه نکنید، به احتیاطی نشه که آب داخل حلق نشه.
وقتی که داخل حلق شد دمی در رفت روزیتان باز فاسد بشه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب ما وقفه میگیریم و پس از وقفه نشر اذان جمعه مبارک با فوق شهر کابل و در ادامه استقبال از ماه مبارک رمضان مورد بحث ما هست. تمنای همراهی شما را دارم. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام اقوام را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دوست عزیز، راه های ارتباطی ما با شما و شما با ما صفحه فیسبوک ما هست، اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی دری نوشته کنین، به فارسی نوشته کنین و سوال نظری داشتین ما در خدمت شما هستیم. فارسی دری که گفتم بگیم که هر دو یکی هست و همچنان شما تماس واتساپ ما در خدمت شما هست 0782224710. صفحه فیسبوک ما را از یاد نبرین. سوالی، نظری، انتقادی داشتید در خدمت شما هستیم. همچنان که شب در صفحه فیسبوک اسلام اقرار نوشتم چگونه از ماه رمضان استقبال کنیم. آیت 183 و 184 جزء دوم در ارتباط با موضوع انتخاب شده. بعد از قرائت آیات مبارک میپردازیم به طرح سوالات پیرامون موضوع و تمنای همراهی شما را دارم. بفرمایید جناب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسیار تشکر، صحت سلامت باشین. چگونه از ماه مبارک رمضان استقبال کنیم مورد بحث ما در این برنامه هست. ترجمه تفسیر آیت مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که تلاوت شد علامه جساز تفسیرش می نویسند که در صدر اسلام پیغمبر اسلام وقتی که از مکه به مدینه آمدند معمولا مبارک 3 روز روزه می گرفتند، ایام 20 در هر ماه، 13، 14، 15 هر ماه. و وقتی که ای آیت نازل شد ایام معدودات، فمن کان منکم مریدن، آیت 184 و 183 سوره بقره، باز خداوند کریم روزه ماه مبارک رمضان فرض گردانید و در صدر اسلام باز اختیاری بودن که اگر کسی صحتمند می باشه روزه را افطار میکنه فدیه بده، مریض خو حکم جدا است. باز این حکم نازل شد، بعدا باز دایت 185 که بازی حکم برای عام مسلمان ها منع شد. یعنی گفتن کسایی که صحتمند از خاطر که دین اسلام دینی است که تمام احکام شرعی به تدریج باید عادت بگیرن مردم. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، این آیت که نازل شد باز مسلمان ها چی کردن؟ عام مسلمان هایی که صحتمند بودن اونا سرشان روزه فرض شد، تنها استثناء مریض، شخص مریض و شیخ فانی اونو استثناء قرار گرفت. بنان این آیت نازل شد. در آیت اول خداوند کریم فرضیت روزه را به حساب بیان میکنه. یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای ایمانداران فرض شده بر شما روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنان که فرض شده بر گذشتگان شما، یعنی روزه ماه مبارک رمضان که سر شما فرض شده تنها بالای شما نه، در امتهای سابقه روزه فرض بود ولیکن ایام مخصوص، مثلا در وقت آدم علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه می گرفتن که به نام ایام 20 رو تاریخ 13، 14، 15 هر ماه قمری رو روزه می گرفتن. لعلکم تتقون، باز حکمت و فلسفه روزه رو بیان می کنه، تا شما پرهیزگار باشید. ببینین تقوا در تحصیل همی خود روزه گرفتن در تحصیل تقوا خیلی رول کلیدی داره، خواهشات نفس کند رول می کنه. خواهی قانون عام است که روزه فرض عین است بالای مرد و زن و مسلمان که عاقل بالغ صحتمند باشد در سفر نباشد، اما ایام معدودات استثناء وجود دارد. چند روز شمرده شده همین ماه مبارک رمضان چند روز شمرده که یک ماه است که در حدیث پیغمبر تشریح کردن که یک ماه 30 روز می باشد یا 29 روز می باشد.
خب فمن کان منکم مریدن باز استثناء قرار گرفت، حکم عام است که روزه فرض است، اما شخصی که مریض باشه یا مسافر باشه اونا میتونن که افطار بکنن دوباره که صحتمند شدن و از سفر آمدن قضایش بیارن. فمن کان منکم مریدن، پس هر کسی که از شما مریض بود و روزه گرفتن باعث مشقت و تکلیف برش میشد، سبب زیادت مرضش میشد یا بهبود مرضش زودتر جور نمیشد، او علی سفر یا در یک سفر شرعی باشه، فعیدت من ایام خر، با اونها جواز داره که روزه خود افطار بکنن باز دوباره که صحتمند شدن و یا از سفر آمدن روزه خود قضایی بیاره. و علی الذین یطیقون فدیه طعام مسکین، دهی جمله مفسرین دو توجیه دارن. یک توجیهی است که در صدر اسلام برای یک چند وقت محدود روزه گرفتن اختیاری بودن، شخصی که پولدار می بود تا صحتمند می بودن اونا می گفتن که باید روزه بگیرین، اگر روزه نمی گیرین فدیه بدین. و علی الذین و برزمه آنانی که یطیقونه طعام روزه را دارن ولیکن روزه نمیگیره فدیه تو طعام مسکین، یک و انت صوم خیر لکم، اگر روزه بگیره بهتر تر است، یک توجیهش. دوم توجیهش و علی الذین لا یطیقونه، کلمه لا یطیقونه بعض مفسرین میگن که آیات در اینجا کلمه لا یطیقونه اینجا مقدر است، بالای کسانی که روزه گرفتن را توانش نداره، یعنی مریض هستن یا شیخ فانی هستن، اونها فدیه بدن. عام مسلمان ها روزه بگیرن که در آیت بعدی فمن شهد منکم الشهر فلیصم به او اشاره است. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، در مقدار فدیه یک چارک میتین یا از یک چارک زیاد گندم میتین یا در خرما و کشمش دو چند میتین زیادتر میتین، این بهتر تر از برتان. و انت صوم خیر لکم، و اگر در امی ایام سفر شما عذر شریک دارین، عذر سفر اگر چه رسخت هست ولیکن سفرتان خیلی راحت است، همه امکانات هست، بهتر عزیمتی است که روزه بگیرین. و انت صوم خیر لکم، و اگر روزه بگیرین در حالت سفر ای بهتر است برای شما. ان کنتم تعلمون، شما اگر میفهمید چه مون اگر فضایل برکات فیوزات فواید صحی روزه گرفتن این خوبتر است که در حالت سفرم که همه امکانات باشه بازم اگر روزه بگیرین عمل به عزیمت بهتر تر است. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. در این آغاز سال از تفسیر نام گرفتیم، گفتین یکی از علمای احناف تفسیر احکام القرآن است، علامه جساس، یکی از علمای جید فقه حنفی است، علمای احناف است که در عرصه فقه در عرصه تفسیر بهترین تفسیره، مثلا تقریبا 500 چند آیت احکام که است واضح اینجا در هر مذهب علما فقها مفسرینشون تفاسیر نمیشته کرد. و در فقه حنفی احکام القرآن از جساس یکی از علمای جید و مشهور و معتمد است و قولش علما اعتبار. بسیار تشکر. ای به لسان عربی است؟ به لسان عربی. ترجمه نشده به فارسی؟ تا فعلا ترجمه نشده. چطور است از نظر شما؟ خیلی تفسیر معتمد است، تفسیر معتمد است، قابل اعتبار است. بسیار تشکر، سلامت باشین. استاد یک تفسیر شما توصیه کنین برای دوستا، چون ماه مبارک رمضان هست و بسیار دوستا علاقمند هستن که مطالعه کنن و تفسیر بخونن بیشتر. بله جناب سیر هست، بخاطر که عام فهم باشه، ساده باشه، خوزودتر او را مفهوم بگیرن، برای عام مسلمان ها تفسیر معارف القرآن، تفسیر کابلی بهترین تفسیری است، خصوصا تفسیر معارف القرآن با الفاظ ساده نوشته شده، همگی مرد و زن میتونه که از او استفاده بکنن برای عام مردم. اما کسایی که با تخصصی میخوانن تفسیر ابن کثیر است، تفسیر روح المعانی است، تفسیر منیر است که دکتر زهیلی و حب زهیلی است تفسیر معاصر نوشته کردن که جامع التفاسیر است، برای کسایی که اهل علم هستن اونا را تفسیر منیر ابن کثیر هم قرطبی را مطالعه بکنن، اما عام مسلمان تفسیر معارف القرآن و کابلی. بسیار تشکر، سلامت باشین. ادامه حرف و حدیث پس از وقت. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. چگونه از ماه مبارک رمضان استقبال کنیم؟ مورد بحث ما در این فرصت هست. نکات کلیدی آیت مبارک چیست؟ نکات کلیدی اول موضوع فرضیت روزه. روزه یک حکم خداست، حق خداست، بالای بنده. مثل که امتهای سابقه بالاشون روزه فرض بود، بالای شما فرض است. اونا چند روز محدود ولی که شما که بهترین امت هستن ماه مشخص. حکمت و فلسفه روزه را بیان کرد که امی روزه گرفتن در تحصیل تقوا رول کلیدی دارد و روزه مریض و مسافر حکمشه
که بعضی عذرهایی است که در وقتی که مسلمان رو داشته باشه روح دین آسانی است. دین اسلام دین رحمت است، دین صحت است. مشقت و تکلیف بالای هیچ بنده قبول نداره. بنان شخصی که مریض و مسافر بود میتونن که افطار بکنن، دوباره که صحتمند شدن و یا سفر آمدن قضاییشه. مقدار فدیه را، حکم فدیه را، حکم عزیمت رسخت بیان کردن و در اخیر گفتن که خود ماه مبارک رمضان هر ساعت و دقیقه و ثانیش یک غنیمت است. مسلمان ها باید از این استفاده خوب بکنن، این یک فرصت طلایی بشمارن و توسط عبادات، روزه گرفتن، تراویح، ختم قرآن، صدقات، افطاری دادن، ذکر اذکار، درود شریف ایره استقبال. سلامت باشین. شایعاتی که وجود داره مبنی بری که این رمضان روزه گرفتن نشه به خاطر که بدن ضعیف میشه، ناتوان میشه و ممکن کرونا ویروس زودتر بتونه که فرد مصاب بسازه و خدای نخواسته جانش ازش بگیره. این شایعات غیر علمی است. شایعاتی است که استدلال علمی نداره. فعلا دیروز سازمان صحی جهان ایره اعلان کردن که روزه گرفتن برای این مرض مفید است. وزیر صاحب صحت عامه من به حساب درست تاکید کردم. سلامت باشین. یک بحثی که بسیار مهم هست، دیدن مهتاب و شروع ماه مبارک رمضان هست، یعنی رویت هلال، مواردی را که شریعت بیان کرده چگونه است؟ از نقطه نظر شریعت به اساس آیت بعدی که 185 است، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، و حدیث شریف صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. رؤیت هلال وقتی که با مسلمان ها لازم است، خصوصا تاریخ 29 شعبان که امروز است، وقت غروب آفتاب شد باید مهتاب رویت هلال ببینند. حال فعلا در وطن ما شما موقعیت جغرافی کوها زیاد است دیده نمیشه، ولیکن در کشورهای اسلامی عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که هموار است نسبتا اونا باید رویت هلال ببینند. حکم فقهی است، اگر آسمان صاف بود یک مرد مسلمان چی مرد باشه چی زن باشه رویت هلال دید، در محکمه باید شاهدی بده. به عام مسلمان ها وقتی که خبر رسید باید روزه بگیرن. اگر آسمان صاف نبود، ابر بود، باید دو مرد شاهدی بده یا یک مرد و دو زن شاهدی بده در محکمه، باز قاضی و استر محکمه اعلان بکنن. باز یک مسئله فقهی است، اختلاف مطالح. چی مانا؟ در کشورام طلوع و غروب فرق میکنند. مطابق فقه حنفی هستند، وقتی که در شرق یک کشور اسلامی مسلمان ها دیدن رویت هلال، به غرب احوال رسید مستند معتبر توسط وسایل معتمد، اونا لازم است که همگی روزه بگیرن، به شرطی که متفاوت روز و شبشون زیاد نباشه، دو سه سال باشه. بنانی از نقطه نظر فقه حنفی است که اختلاف و مطالعه اعتبار نداره. در یک کشور اسلامی که رویت هلال دیده شد و دیگران خبر داده شد، همتان باید در یک روز روزه بگیرین، در یک روز عید بکنین. این با اتحاد و اتفاق و مشان و شوکت اسلام خوبتر است. سلامت باشین. خیلی پس شما متن حدیثی را خواندین که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که صوم لرؤیته و افطروا لرؤیته. پس به این اساس نظر قول برادرای اهل تشیع مناسبتر و درستتر هست، اونا تا زمانی که سر به چشم نبینند روزه نمیگیرند. اینا رو ببین جناب سیرس، مناطق جغرافی ما، کوه هاست، وسایل، امکانات، کشور ما شما خواهید در روز سوم معلوم میشه. بله خواه اینا رو دو روز بخوریم به خاطر کمال احتیاط. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در بخش عبادات از کمال احتیاط کار میگیره. در این آیه شریف من شهیده منکم الشهر فلیصم، در اینجا ببینید در اکثر استر محکمه ما شما در امی طبق معمول وقتی که عربستان سعودی بین افغانستان و عربستان سعودی و تقریبا 1.5 ساعت فاصله است حساب اوقات، هیچ مشکلی نداره. وقتی که با اونا دیدن رویت هلال توسط ذرایع موثق معتبر به ما اطلاع داده شد، وقتی که اعلان از اون قابل سلامت باشین. حکم روزه گرفتن در روز شک بسیاری کسا هستن استاد، فرض کنین روزه یعنی ثابت نشده که روزه هست یا نیست، اما روزه میگیرن میگه بیا همین روزه بگیریم، روز شک که روزه ما پوره بیا، یعنی به بی اساس جمعتری کشور عربستان سعودی روز پنجشنبه 30 شعبان است. امی روز ریش روز شک است. عام علما فقها ها میگن بر عوام گرفتن از این روزه مکروه است، به خاطر به این نیت که اگه این روزه باشه روزه است، اگه نباشه نبه. همی تردد در نیت یک شک و شبه کرایت داره. اما خواص کسایی که علما هستن مفتی هستن اونا میتونن که روزه بگیرن.
سلامت باشین دوست عزیز. چون برنامه ما امروز سبتی هست، ما روز چهارشنبه برنامه را ثبت کردیم، به او اساس دیگه گپایی را که بعضا فردا میگیم، فردای ما سه‌شنبه هست، با مزد فردای ما پنجشنبه هست و یا هم دیروز سه‌شنبه هست، به او اساس دیگه شما اید سوی تعبیر صورت نگیره. پس امی اعلانی که عربستان سعودی میکنه که روزه گرفته شد، به می اساس که ما هم روزه میگیریم، این با معیارهای شریعت برابر هست؟ آیا در زمان پیامبر گوی صلی الله علیه و سلم همچنین بود؟ بله، روایت است که وقتی که در یک کشور اسلامی رویت هلال دیده شد و دیگر کشور اسلامی همجوار توسط ذرایع موثق رادیو، تلویزیون، مخابرات، اخبار برسه، استر محکمه تایید بکنه، قابل قبول است. خب پس در زمان صدر اسلام چگونه بود؟ جناب استاد، که وسایل هست در فرصت بسیار اندک اطلاع داده میشه، نامه قاصد بود، اما اون قاصد خود در روز در بر میگره کشورهای اسلامی همجوار، ولیکن در اونجا روح دین شریعت پیغمبر هم یک فرموله که ذکر کردن که سو مول رویتی، شما خودتان روزه بگیرن وقتی که رویت هلال دیدین. حالا خو اخبار تکنولوژی پیشرفت کردن، حتی اوقات نماز و اوقات سحری و افطاری را کل شما تکنولوژی میتونن موضوع استفاده خود. بسیار زیاد تشکر. چیزی که بسیار فامیل ها را دچار شک و تردید ساخته، بحث روزه گرفتن نوجوانان هست، از کدام سن و کی باید روزه بگیره؟ به اساس آیات قرآن شریف که تلاوت کردیم، یا ایوه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این روزه یک فریضه اسلامی است، حکم خداست، حق خداست بالای بنده. بنان والدین گرامی، پدر و مادر مکلف است، جوانا و نوجوانایشون چه دختر باشه چه پسر باشه. قول مشهور در بین فقهای اسلامی است که وقتی که دختر یا پسر 15 ساله شد، او جوان میشه. یعنی مکلف میشه، سرش نماز فرض است، روزه گرفتن فرض است. ولیکن قول محققین، علما، دانشمندایی که تحقیق میکنن، اونا میگن 15 سالگی شرط نیست، علائم بلوغ شرط است، از خاطر که مسائل اقتصاد، اقلیم و آب و هوا تاثیرات مثبت داره، اونا مختلف است در هر کشور. اگر پسری که جوان شد ولو که 14 سال است، ولیکن علائم بلوغ که مسئله احتلام است، کشیدن ریش و گروت است، اونا به حساب سرشون نماز فرض است، روزه گرفتن هم فرض است که باید روزه بگیرن. و یا خانم دختری که به عادت ماهوار میشه، اونا هم سرشان دمو حالت که علائم بلوغ دیده شد، سرشان لازم است که نماز هم پدر مادر سرشان تاکید بکنه، و همچنان روزه گرفتن هم ضرور است که باید روزه بگیره. قول مشهور 15 سال، ولیکن قول صحیح تری است که علائم بلوغ بگیره. سلامت باشین. خب گرچه در بخش اول همین سوال مطرح شد، سوال بیننده ما بود، اما در این فرصت هم جا داره که مطرح بکنیم سوال که شرایط قرنطینه هست در اکثر شهرهای کشورهای اسلامی و مخصوصا در کشور ما. خب رفتن که به مسجد مشکلات خود داره، اگر در خانه تراوی و یا هم جماعت اقامه میشه، تحت کدام شرایط و در خانه نیست؟ اگر پدر از برادر از به احکام دین میفهمه، فرایض نماز، واجبات و احکام نماز میفهمه، بهتری است که جماعت بکنه. خب پدر، پسر، برادر، خانم ها در صف دوم سیم استاد چند، ای بهتر از خالی از ثواب نیست، عین خداوند کریم ثواب جماعت نصیبشان میکنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، و اساس از آیات قرآن کریم وقتی که عذر شرعی داشته باشه. کسایی که در مسجد نزدیک از خانه هایشان، امام مسجد، مؤذن، کسایی که نزدیکتر است، بهتر است که دروازه مسجد باز باشه. آذان از جمله شعائر دین است، باید مکوا مسائل صحی را در نظر بگیرن، فاصله ها رو اگر در نظر میگیرن هیچ مشکل شرعی نداره، چند نفر معدود در مسجد تراویح بخوانن. بسیار زیاد تشکر. بسیار کوتاه پیام آیات مبارک بگوین که پیام از آیاتی است که ماه مبارک رمضان سر تا پا رحمت است، مغفرت است، آزادی از آتش دوزخ است، ماه صبر است، ماه عبادت است، ماه ضیافت است، یک ماه نزول قرآن است، شب قدر در این ماست، هر ساعت و دقیقه و ثانیه باید غلیمت بشماریم، توسط عبادات، روزه گرفتن، تراویح، ختم قرآن کریم، ذکر اذکار، افطاری دادن، کمک با فقرا، تعاون با فقرا تجلیل بکنیم. بسیار تشکر. شما به سلامت جناب استاد، استفاده ها کردید، خواهش شما به سلامت داشته باشه. دوستای عزیز، با آمدن اولین روز ماه مبارک رمضان ما چند تا برنامه داریم. اول که از ساعت 3 تا 3 و نیم بامداد برنامه حدیث عشق، جناب استاد غلام الدین کلانتری برنامه را پیش میبرند، برنامه بسیار جالب، موضوعات بسیار ناب انتخاب شده، روز بحث میکنند به مدت نیم ساعت. تمنا دارم این برنامه را بعد از خوردن سحری از یاد نبریم و
بعدش برنامه فقه روزه داریم امسال. هر روزه ساعت 5 تا 5:30 جناب استاد دکتر رحمت نور واقف در این برنامه با ما هستن. با سوالات دینی شما به گونه زنده این برنامه نشر میشه پاسخ میگن و بعدش هم برنامه شهر رمضان ان شاء الله تلاش بمی است با بهترین محتوا بتاریم تقدیم شما کنیم. تمنای حضور شما را در تمام برنامه ها دارم. خدا شما را به خداوند یک تا امانت میکنم. الله نگهدار شما.